سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر اهالی ارجمند یاد خدا. وقتتون بخیر، خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم با تمام وجودم که توفیق دارم باز هم همنشین شما مردم خوب باشم با یاد خدا، و افتخار میکنم که محضر سرور عزیزم جناب استاد عظیمی بزرگوار هستم. اجازه سلام علیکم، خوش آمدید از شهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیه. سلام علیکم و رحمت الله، سلام بر همکاران شما، سلام بر بینندگان عزیز. انشاءالله که بینندگان خوب و خوش و سلامت باشند، در خدمتون هستم. خیلی ممنون و متشکر. از ابتدای امسال در سومین سال برنامه یاد خدا توفیق داشتیم که محضر استاد عظیمی بزرگوار آشنا بشیم و این آشنایی رو مردم خیلی قدردانی کردن و خیلی شکر کردن خدای متعال رو. علتش هم مشخصاً ویژگی تدریس قرآنشون و تفسیر قرآنشون در یاد خدا بود. برنامه نوین و بدیعی رو تقدیم مردم خوب کردن، خیلی آماده و خوب و طبقه بندی شده مطالب رو برای مردم هدیه آوردن. جا داره که از خیلی عظیم فرمایشات مردم همینجا من خدمت شما ارمغان کوچکی رو تقدیم کنم و تعظیم کنم به حضور بزرگوارانی شما در برنامه یاد خدا. از قواعد قرآنی برای ما فرمودن و این قواعد قرآنی شکل بدیعی بود که در حوزه علمی هم توسط خود استاد عظیمی داره تدریس میشه و برنامه ریزی شده. قاعده های مختلفی رو از قرآن کریم یاد گرفتیم و قرار هست امشب عیدی ما و هدیه پایانی ما قاعده ای باشه به نام قاعده ود و به ترجمه راز محبوبیت، که انشالله یک جلسه ای میخوان این قاعده رو. خیلی قواعد طول میکشید، بعضیاشون چند جلسه ای طول میکشید. قرار این جلسه یک قاعده رو به صورت کامل به ما هدیه کنید. اتفاقا اونجا خلأ این راز محبوبیت امروز تو دنیا هم فکر میکنم اولویت دارترین مطلب هست. توی ورکشاپ ها و کنفرانس های مختلف دارن راجبش حرف میزنن. ببینیم خدای متعال نسخه اصلی رو چی معرفی میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب ابتداعا تشکر میکنم از عوامل این برنامه، دوستان عزیز، از شما، از تهیه کننده عزیز برنامه که در این مدتی که ما در خدمت شما بودیم زحمت کشیدن و این برنامه رو تهیه کردن و خداوند این توفیق رو به ما داد که در خدمت مردم باشیم، مهمان خانه های مردم باشیم. از مردم عذرخواهی میکنیم اگر کمی گفتیم، زیادی گفتیم، و تشکر میکنیم از شما از اینکه خیلی استقبال کردن از این برنامه، خیلی سوالهای خوبی مطرح کردن. معلوم شد ما مخاطبین با سواد و متخصصی داریم، علاوه بر اینکه هم تعدادشون زیاد بود، هم علاوه بر کثرت جمعیت کیفیت هم خیلی عالی بود و واقعا آدم رو سر شوق و ذوق می آورد که بهتر مطالعه کنه، بهتر حرف بزنه. امیدواریم که یک رضایت نسبی حداقل مردم نسبت به برنامه ما داشته باشن انشالله. قاعده ای رو که برای ختام برنامه ما تدارک دیدم، قاعده ایست که همونطور که شما فرمودید قاعده ایست به نام قاعده ود یا راز محبوبیت. مسلماً این سخن رو نمیشه در یک جلسه گفت. من الان طرح بحث میکنم و بدون تردید سوالهایی در ذهن بینندگان به وجود خواهد آمد که دیگه جوابش رو خودشون پیدا کنن. من فقط سعی میکنم تا یک جایی این قاعده رو برسانم، دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. جناب آقای سیرفی، یکی از آرزوهای دیرینه بشر، همه بشر، این بوده که محبوب قلوب گردد، بزرگ باشد، عزیز باشد، مردم او را دوست داشته باشند. و نه تنها این آرزوی دیرینه بشر بوده، بلکه این یک نعمت بسیار گرانبها و ارزشمندی است. میخوام اینو عرض کنم که اگر بشر همیشه تلاش میکرده که جایگاهی در قلب دیگران داشته باشد، چون واقعا چنین جایگاهی ارزشمنده. اونهایی که
از این نعمت برخوردارن، مردم اونا رو دوست میدارن، زندگیشون لبریز از عیش و سروره. خود محبوب قلوب بودن اثر روانیش اینه که استعدادهای انسان شکوفا میشه، انسان با انگیزه تر حرکت میکنه، زندگی انسان از پوچی خارج میشه، معنادار میشه، انسان یه بهانه‌ای پیدا میکنه که بهتر حرکت کنه، بهتر زندگی بکنه. و در مقابل اونهایی که خار و حقیرن در ذهن دیگران، اینها شخصیت خراب شده ای دارن، استعدادهاشون کور میشه، از بین میره، ضعیف میشن، زندگی پوچی پیدا میکنن، دلیلی خیلی برای ادامه زندگی ندارن. لذا این آرزو آرزوی بجاییست که انسان دنبال این باشد که مردم او را بپسندند. حتی انبیا هم اینطور بودن. قرآن از زبان حضرت ابراهیم، میدونید حضرت ابراهیم در قرآن خیلی از حضرت ابراهیم تجلیل شده، خیلی زیاد. یعنی آدم اگر کسی بعضی از روایات را ندیده باشد، ما که وارد قرآن می شود و این همه تجلیلی که خداوند از حضرت ابراهیم علیه السلام کرده، اولین چیزی که به ذهنش میاد این است که حضرت ابراهیم اولین شخصیت عالم امکان بوده. گاهی موقع همچین چیزی به ذهن میزنه، ولی بعد که بیشتر مطالعه میکنه میبینه نه، بلند مرتبه تر از ابراهیم علیه السلام هم بوده است. ابراهیم دعاهایی در قرآن کرده که این دعاها مستجاب شده، یعنی ابراهیم شخصیت مستجاب و دعوه قرآنه. یکی از دعاهای حضرت ابراهیم که به استجابت هم رسید این بود که وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، فی الآخرین، یعنی خدایا برای من در میان امتهای آینده زبان صدق یعنی ذکر خیری قرار بده، یعنی جوری باشد که مردم آینده هم ابراهیم رو دوست داشته باشن. و الان هم همینطور است، میدونید تمام ادیان به حضرت ابراهیم احترام میذارن و یهودی، مسیحی، مسلمان، هر کس صاحب هر دینی هست برای ابراهیم بله احترام قائل است. و یک نکته دیگری هم اینجا هست که این هم تو این قاعده امیدواریم که امروز حل کنیم، و اون این است که ما شخصیت هایی رو میبینیم که در جامعه محبوبند. البته من که میگم محبوبیت و راز محبوبیت رو میخوایم بگیم، محبوبیت دوره‌ای رو کار نداریم. این که آدم یک کسی یه دوره‌ای محبوبیت پیدا میکنه بعدن اون محبوبیت از دست، نه، بحث ما محبوبیت ماندگاره. ما کسانی داریم در طول تاریخ که اینا مشهورند اما محبوب نیستند. خیلی هستیم شخصیت های تاریخی هستند، مثلا اسکندر مشهور هست اما محبوب نیست. بعضی ها رو داریم که اینا محبوبند و همیشه برای مردم این سوال بوده که اینا چه کار کردن که اینجور قلوب مردم را تسخیر کردن و بر جان مردم حکومت میکنن. بعضی ها حکومت بر گل میکنند، بعضی ها حکومت بر دل میکنند. اونایی که حکومت بر دل میکنند، حکومتشان تا دنیا دنیاست ادامه دارد. از آن موقعی که حضرت زینب وارد کاخ یزید شدن سلام الله علیها و اون جریان اتفاق افتاد، این جمله رو به یزید گفتن که فوالله ما فریت الا جلدک ولا حزست الا لحمک، به خدا قسم نشکافتی مگر پوست خودت را و ندریدی مگر گوشت خودت را. و بعد این جمله بلند رو فرمودن که یا یزید کت کیدک وسع سعیک ناسب جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک امدا. یه یزید هر چه میتوانی تلاش کن، هر چه داری رو کن، به خدا قسم نخواهی توانست نام حسین رو از صحفه روزگار محو کنی. تو اصلا زندگی حسین را بعد از حسین نمیتوانی درک بکنی. لا تدرک امدنا
ولا ترحز و انک آرها، و تو نمیتوانی آرها، و تو نمیتوانی این ننگ و آری که به تو الان رسیده است این رو از خودت پاک بکنی. هل رأیک الا فند و ایامک الا عدد و جمعک الا بدد. این تویی که از بین میروی و این حسین است که میماند و ماند، چون حکومت حسین حکومت بر دل بود و حکومت یزید حکومت بر گل بود. چرا؟ چطور می شود که امام حسین علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیر المؤمنین این طور می شوند که برای هر کس که شما امروز در دنیا امیر المؤمنین رو توضیح بدید ناخودآگاه اونو می پسنده. من خیلی جاهای دنیا رفتم، خیلی جاهای دنیا خارج از ایران از امیر المؤمنین برای مردم حرف زدم، از امام حسین حرف زدم، خدا شاهده. هر جا از حسین حرف زدیم مردم پذیرفتن، بدون استدلال بدون برهان حسین رو از ما پذیرفتن. امام حسین بهترین برهان ما بود برای عرضه دین. چرا؟ امام حسین چه کار کرده که فرمودند ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، آتشی در قلب مردم ایجاد کرده است این شهادت امام حسین که این آتش به هیچ وجه خاموش نخواهد شد. دلیلش چیه؟ چی قرآن چی میفرماد در این مورد و آیا این یک برهان قرآنی دارد یا یک برهان قرآنی ندارد؟ من از یک آیه قرآن استفاده میکنم و از خود خداوند کمک میخوام که کمکم کنه من بتونم این مطلب رو در این یک جلسه بیان بکنم، و اون این است که قبل از این که حالا قاعده رو بیان بکنم و آیه رو مطرح بکنم دوتا مقدمه رو عرض میکنم بعد قاعده رو میگم. نکته اول این که محل علاقه و محبت قلب آدمی است، دل آدمی است. یعنی انسان با دستش دیگران را دوست نمی‌دارد، با دلش دوست دارد. با دلش دیگران را دوست می‌دارد. اون جایی که محبت قرار می‌گیرد دل است. این نکته اول، خب این قابل انکار نیست. نکته دوم این که دل ملک خداست، مالک قلب انسان خداست، صاحب اختیار خداست. خداست که دل را میبندد یا دل را باز میکند، دل را میترساند یا دل را شجاع میکند یا دل را منصرف میکند و چیزهای دیگری که الان از قرآن شواهدش رو خواهم آورد. لذا اگر کسی موفق می شود خودش را در دل دیگران جا کند، آن کس که این معشوق را در دل عاشق می گذارد در منطق خدا، در منطق قرآن خداست. از کجا می گیم؟ آیه 96 سوره مریم، ان الذين امنوا ببینید جائل ود یعنی محبت، کسانی که ایمان آوردند یک و عمل صالح انجام دادند، دو خداوند قرار داد برای ایشان، خدای رحمان قرار داد برای ایشان دوستیشان را در قلوب، سیجعل لهم الرحمن ودا. یعنی چه؟ نکته اصلی که از این آیه برداشت میشه این است که جائل مودت، جائل ود، خالق عشق در دل عاشق معشوق نیست. خالق عشق در دل عاشق
خداست. سیجعل لهم الرحمن ودا. فقط کاری که معشوق می کند، محبوب می کند، این است که آمنو و عمل الصالحات. ایمان می آورد و عمل صالح انجام می دهد. بعد از اینکه ایمان آورد و عمل صالح انجام داد، خدا تو دل مردم، خداوند این مؤمن عامل را در دل مردم قرار می دهد. این خداست که این کار را می کند. لذا اینکه شما میبینید هر جایی بعضیا تلاش میکنند برای اینکه خودشان را در دل مردم جا کنند، این اصلا کار من و شما نیست. ما اشتباه میکنیم، چون جای عشق قلبه، مالک قلب، قلب دیگران من و شما نیستیم، حتی ما مالک قلب خودمونم نیستیم. این خداست که مالک قلبه و اوست که کسی را در قلب دیگری قرار میده. اجازه بدید من چند تا آیه قرآن به عنوان شاهد مطلب تلاوت کنم. در سوره انفال آیه 62، 63، 64، ما برای که وقت رو خیلی نگیریم آیه 63 رو میخونیم. آیه 62 در مورد این است که خداوند پیامبر را یاری می کند، خداوند پیامبر را یاری می کند و همچنین مؤمنین. در آیه 63 می فرماید که و الف بین قلوبهم، خداست که بین قلب مؤمنین تألیف ایجاد می کند، الفت ایجاد می کند، محبت ایجاد می کند. این کار خداست. ادامه آیه رو ببینید، خدا به پیامبر میفرماد که لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. یعنی اگر تمام آنچه که در زمین است در اختیار تو قرار دهند و تمام آنچه را که در اختیار تو قرار داده اند هزینه کنی که بین قلب ها الفت ایجاد بکنی، تو نمیتوانی چنین کاری رو بکنی. خطاب به من و شما نمیکنه آیا، خطاب به پیامبر میکنه. قدرت پیامبر خیلی بیشتر از قدرت یک انسان معمولی است. تمام هزینه یا هم تمام سرمایه اقتصادی عالم رو اگر در اختیار پیغمبر بگذارن که پیغمبر بتونه بین قلب ها الفت ایجاد بکنه، قرآن میفرماد تو نمیتوانی. ولکن الله الف بینهم، یعنی الفت ایجاد کردن مستقیما کار خداست. این یک آیه. آیه 103 سوره آل عمران آیه بسیار مشهور است، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، بیاد آورید نعمت خدا را بر شما زمانی که با هم دشمن بودید، یعنی بین شما محبت نبود، بین شما الفت نبود. فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، این خداوند بود که بین شما، بین قلب های شما الفت ایجاد کرد و شما به خاطر نعمت پروردگار تبدیل به برادرانی شدید. بسیاری از آیات قرآن این مطلب رو تایید میکنه که قلب انسان در اختیار خداست. آیه 7 سوره بقره، ختم الله علی قلوبهم، خداوند بعضی از قلبا رو میبنده. آیه 151 سوره آل عمران، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما در قلب کسانی که کافر شدن ترس و وحشت میاندازیم. آیه 41 سوره مائده میفرماد لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، خداوند اراده نکرد که قلب ایشان را تطهیر بکند، یعنی ترس انداختن کار خداست، بستن کار خداست، تطهیر قلوب کار خداست. در سوره انعام آیه 25 میفرماد و جعلنا علی قلوبهم اکنه، بر قلوبشان پرده انداختیم. آیه
110 سوره انعام میفرماد و نقلب و افئدتهم قلبهاشان را دگرگون کردیم و میکنیم. آیه 24 سوره انفال میفرماد که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خداوند فاصله میشود بین انسان و قلب انسان. و آیات دیگری، آیه 127 سوره توبه میفرماد سمن صرفوا صرف الله قلوبهم، از مجلس خارج شدند، خداوند قلبشان را منصرف کرد. ربطنا على قلوبهم لا تطق لا تطع من اغفلنا قلبه، ما بودیم که قلب بعضیا رو غافل کردیم. و آیات دیگری که در قرآن دلالت بر این قضیه میکند. اینقدر آیات یاد نمیدونم بخونم همه آیات رو، یه دو تا آیه دیگه بخونم. این آیات قشنگه. سوره فتح آیه 4، هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، او بود که آرامش را در قلوب مؤمنین ریخت. و این آیه به عنوان آخرین آیه، هنوز خیلی آیه نوشتم، به عنوان آخرین آیه سوره حدید آیه 27 که میفرماد و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا، ما در قلوب کسانی که تبعیت از عیسی علیه السلام کردند رأفت و رحمت قرار دادیم. ما جعلنا، ما بودیم که این کار رو کردیم. از مجموعه این آیات و یک سری آیات دیگر این چنین استفاده می شود که قلب در اختیار من و شما نیست، حتی قلب خودمون در اختیار ما نیست، تا چه رسد به قلب دیگران. لذا اگر ما می خواهیم که جایگاهی در قلب دیگران داشته باشیم، باید بدانیم که این جایگاه را خدا ایجاد می کند. حالا چطور ایجاد می کند توضیح خواهم داد. ولیکن سیج علو لهم الرحمن، من تا الان داشتم در روی کلمه سیج علو لهم الرحمن صحبت می کردم، یعنی این کار خدا فاعل این اتفاق محبوب شده. احسنه. این کار ما نیست، ما فقط شاید بستر رو ایجاد می کنیم، ما ظرفیت. ببینید بعضی چیزا هست که هیچ معشوقی نمیتونه خودش رو معشوق کنه. احسن. بعضی چیزا هست که اصلا تحصیل کردنی نیست، کسبی نیست. خیلی ها فکر میکنن علم رو خودشون کسب میکنن، اینطور نیست. روایت داریم که العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. بعضی ها اصطلاح بلدن، معرفت ندارن. علمی که معرفت است، شعور است، درک است، نور است، اون حقیقتی است که خدا یقذفه الله فی قلب من، او در قلب عالم میگذارد، میاندازد. فقط من و شما چه کار میکنیم؟ من و شما با عبادت کردن، با تلاش، با توسل، ظرفمان رو بزرگ میکنیم. ببینید این یک ظرف آب یه مقدار محدودی آب میگیره. ما اگر بخوایم دانش الهی رو در این قرار بدیم، باید بزرگش بکنیم. ظرف کوچک باید تبدیل به ظرف بزرگ بشه تا جایگاه اون علم رو داشته باشه. در حقیقت انسان ها اگر میخواهند به جایی برسند، باید ظرفیت رو بزرگ کنند. چطور ظرفیت بزرگ میشه؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان که آوردن، عمل صالح رو که انجام دادن، اون وقت ظرفیت این معنا رو پیدا میکنن که قلب دیگران رو تسخیر بکنن، یعنی خدا اینها رو در قلب دیگران قرار بده. این یک نکته. نکته دوم این که خب این که قرآن فرمود که سیجعل لهم الرحمن و ودا، یعنی چه؟ یعنی چه کسانی مؤمنین را دوست می‌دارند؟ این یه سوال اساسی است که مفسرین خیلی بهش پرداختن. خداوند محبت مؤمنین را در دلها قرار می‌دهد؟ کدام دل؟ آیا فقط در دل انسان‌ها؟ در دل انسان‌های مؤمن؟ در دل همه انسان‌ها؟ تخصیصش تا کجا؟ در دل همه موجودات؟ این معنی آیه چیه؟ نظر من میرسه که با توجه به آیات قرآن و ادله‌ای که ما داریم، این آیه عمومیت داره
و ما نباید عمومیت این آیه رو محدود بکنیم. یعنی موجودات؟ همه چیز. حالا عرض میکنم دلیل اولا بر این ادعا که اگر کسی رسید به شد ان الذين امنوا، این عنوان بهش سر این موضوع محقق بشه، ان الذين امنوا و عمل الصالحات، میدونید خود ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن مدرجه، درجه بندی داره. هر چی شما در این الذين امنوا و عمل الصالحات قوی تر باشید، اون ودی که خداوند در قلب ها برای شما قرار میده وسیع تر خواهد بود. لذا موقعی که امام حسین به زمین خورد و این صورت به زمین رسید و سر بر نیزه نشست، روایت داریم که کل موجودات عالم برای حسین ابن علی علیه السلام گریستند، چون همه اونا محبت حسین قرار داده شده بود در دلش. در دلش. نه یک روایت، چندین روایت داریم که همه هستی برای حسین گریه کرد و گریه می کند، گریه می کند همه هستی. دو تا نکته تو این آیه هست. نکته اول این که این آیه می فرماد که سیجعل لهم الرحمن، نفرموده سیجعل لهم الله، نفرمود سیجعل لهم الرحیم، فرمود سیجعل لهم الرحمن. یادتون هست در مورد قاعده رحمت صحبت کردیم، فرق رحمان رو با رحیم گفتیم، یادتون هست فرق رحمان با رحیم چی بود؟ فرق رحمان با رحیم این بود که رحیم خدای مؤمنین بود، رحمت رحیمی مخصوص مؤمنین بود، رحمان مال همه موجودات. اگر آیه فرموده بود سیجعل لهم الرحیم و دا، معناش این بود که محبت ایشان را فقط در دل مؤمنین قرار می دهیم. اما موقعی که آیه می فرماد که سیجعل لهم الرحمن و دا، خدای رحمان که رحمانیت خداوند فیض عامی است که مال همه موجودات است، ما به چه دلیل آیه رو خاص کنیم و تخصیص بزنیم و بگیم فقط یک گروه خاصی از انسان ها مثلا؟ این یک نکته. چند جلسه راجع به این صحبت چند چهار جلسه تفاسیر مختلف که رحمان مال هم است، مال هم است. حالا سیجعل الرحمن، رحمان، کلمه رحمان اینجا استفاده شده، یعنی خدایی که میاد اینجا و این کار رو انجام میده با فیض رحمانیتش این کار رو انجام میده. ود ود عامه لذا در قلوب همه ایجاد میشه. من عرض کردم ما هر جا، این چیزیست که من خودم تجربه کردم، بارها این اتفاق برام افتاده که دیدم دارم روزه میخونم، روزه امام حسین میخونم، یک مسیحی یا یک یهودی پای روزه من نشسته و گریه میکنه، که من بعدش گفتم تو که مسلمان نیستی. گفته حسین رو، حسین فقط مال مسلمانان نیست، حسین رو نمیشه دوست نداشت. در اربعین خیلی ها میان از ادیان مختلف. این ما هم در عمل دیدیم که خیلی ها که اصلا مؤمن نیستن، مسلمان نیستن، این عشق در وجودشون هست. ببینید انسان تا زمانی که انسان است، یعنی مختوم القلب نشد. آخه بعضی ها هستن که حسین رو نمی بینند. گفت که عین من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها، چه بسا آیه های خداوند که در آسمان ها و زمین است، مردم کنار این آیه ها مرور میکنند، عبور میکنند، و هم انها معرضون، اما نگاه نمیکنند. خیلی ها هستند که حسین را حتی برای یک بار هم در زندگیشون ندیدند، چون لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن اما درک ندارن، لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون، اونایی که کورن و کرن، صمون بکمون عمیون هستن، اینا فهم لا یعقلون، اینا اصلا تعقل ندارن، اینا درک ندارن. اون کس که تعقل ندارد تعشق هم ندارد، عشق هم ندارد.
اون که منطقیه. پس اگر کسی ندید و نپسندید، اون مشکل از اوست که ندیده است. اما هر کس که دید، هر کس که نشست، این امکان براش بود که ما براش توضیح بدیم امام حسین رو، و اون اینقدر خراب نبود که نبیند. مقداری از حسین رو دید، همونجا عاشق حسین شد، همونجا عاشق امیرالمومنین شد، همونجا. این یک نکته، کلمه رحمان. نکته دوم جناب آقای سیرفی، ما یه قانونی داریم در ادبیات عرب که میگن بعضی اوقات حذف متعلق دلالت بر عموم میکنه. این آیه شریفه فرمود که سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا برای اینها دوستی قرار میدهد، اما نگفت کجا، نگفت ودن فی قلوب مؤمنین، فی قلوب انسانها، فی قلوب نگفت. این ادامه نداد آیه رو. خداوند برای اینها محبت قرار میدهد. کجا محبت را قرار میدهد؟ آیه دیگه نگفته. این یه قانون داریم تو ادبیات عرب که حذف متعلق دلالت بر عموم میکنه. اینکه نگفتن کجا یعنی همه جا. اگر یه جای خاصی منظور بود میگفتند، حالا که نگفتن یعنی همه جا. متوجه چیزی چه عرض کردن؟ آره. خود علامه طباطبایی هم در المیزان این مطلب رو دارد که میفرماد این آیه مطلق است و این تصریح علامه این است که ولم یقید، خداوند آیه رو مقید نکرده است، فلا موجب للتقید. اگر خداوند آیه رو مقید نکرده است، ما چرا آیه رو مقید بکنیم؟ بگیم آقا این مال روز قیامت است، این مال دنیاست، این مال انسانهای همفکر است، مال مؤمنین است. نه، اینطوری نیست. این آیه مال همه جاست. من حالا یه دو نمونه آیات قرآنم به عنوان شاهد بیارم که خود قرآنم تایید کرده این اطلاق داره، مال یک جا نیست. و مخصوصا ما میگیم محبت، خداوند محبت ایجاد میکنه، این محبت گسترده رو میگیم. حالا ممکنه بعضیا بگن آقا بعضیا مؤمن هم نیستن، ایمان هم ندارن، مردم دوستشون میدارن. اون دوست داشتن، دوست داشتن موقت مقطعی، همه جا نیست، گسترده نیست، مال دنیا و آخرت نیست. ما دوست داشتنی که ما میگیم خیلی گسترده است، خیلی وسیعه. ببینین این آیه رو در سوره فصلت آیه 30 و 31 میفرماد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ملائکه بهش نازل میشن و چه؟ و بعد بهش میگن که نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. ملائکه به اون کسی که ایمان آورده گفته پروردگار من خداست و بر این سخن ایستاده است، میگن ما رفقای تو هستیم، هم تو دنیا هم آخرت. یا قرآن در جایی میفرماد که بین بهشتیان نزعنا ما فی صدورهم من قلن، تو بهشت هیچ کس نسبت به هیچ کس کینه ندارد، همه عاشق هم دیگه هستن. اصل محبت تو بهشته. ویژگی بهشت این رفاقت هایی است که تو بهشته، نه فقط دار و درخت و رودخانه و عسل و اینها. نزعنا ما فی صدورهم من قلن و بسیاری آیات دیگر که مال همین دنیا هم هست، مثل و الف بین قلوبهم، که خداوند تألیف بین قلوب مؤمنین کرد. کجا تألیف بین قلوب مؤمنین کرد؟ تو آخرت تألیف بین قلوب کرد یا تو همین دنیا؟ تو همین دنیا. پس این که ما بیایم این آیات رو تخصیص بزنیم به یک جای خاصی، یا دنیا یا آخرت، و به یک گروه خاصی، ظاهر آیه این قضیه رو تأیید نمی‌کنه. خیلی اینجا آیه بحث داشت که من از این می‌گذرم. خواهم برم سراغ مطلب آخر. چقدر وقت دارم؟ ده دقیقه. اما سوال اصلی تو این قاعده اینه که چرا؟ برهان این قضیه چیه؟ ما تا حالا فهمیدیم که ایجاد محبت در دل مردمان کار خداست، نه کار من. نظر اینطور نیست که من لباس خوبی بپوشم،
من این کارو بکنم، من مردم از مردم پذیرایی کنم، من جلو مردم خم و راس بشم تا مردم منو دوست داشته باشن. اینجوری نیست. این آیه، این شما فقط ایمان داشته باش، عمل صالح رو انجام بده، ما بقیه کار رو خدا انجام میده. اما چرا؟ من چند تا برهان برای این قضیه آوردم از قرآن که نمیدونم چقدر میتونم ادامه بدم. برهان اولشو سریع عرض میکنم. برهان اول رو میریم سراغ سوره آل عمران، داستان حضرت مریم. مادر حضرت مریم که ظاهرا اسمشون حنه بوده، نذر میکنه که از خالت امرأت و عمران، همسر عمران، نذر میکند که رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. فکر میکرد بچه‌ای که در شکمش هست پسر است و معمولا پسرها رو نذر اون عبادت کرده میکردن که اینها اونجا مشغول خدمت بشن. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. میگه خدای من نذر تو کردم این بچه اگر سالم به دنیا بیاد. فلم ما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا. مریم که به دنیا آمد، مادر مریم منتظر فرزند پسر بود، اینجوری خبر داده بودن. خیلی یه دفعه خدایا این که دختر شد. و معمولا کسی دختر رو نذر عبادت کرده نمی کرد. گفت ربه، فرمود ربه انی وضعت و انسا، والله اعلم به ما وضعت ولیس از ذکر کل انسا. و در ادامه فرمود الایالن مادر مریم نذر کرده بود، این کار کرد. فرمود انی سمیت ها مریم، خدایا من نام این دختر را مریم میگذارم. و این کاریش که همه پدر مادرها باید بکنن. و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، خدایا من این رو و فرزندان این رو در پناه تو قرار میدم و این رو به تو سپردم. فرزند رو سپرد به عبادت کرده، سپرد به خدا. موقعی که انسان خودش رو سپرد به خدا، یعنی در حقیقت شد الذین آمنوا و عملوا الصالحات. حالا ببینید خدا چه کار میکنه برای این. فتقبلها ربها، آیه 37 سوره آل عمران، خداوند مریم رو پذیرفت. اما چجوری پذیرفت؟ اون جلسه که گرفتن و مریم پذیرفته شد، عجب جشنی بود. فتقبلها ربها به قبول حسن. خداوند خیلی زیبا جمیل مریم رو پذیرفت. حالا ادامه رو ببینید چقدر این تعبیر قرآن دل نشینه که شما بعد از 2000 سال امروز که از مریم کبرا صحبت میکنید، این شخصیت به دلتون میشینه. نکنید قرآن چی کار میکنه، خدا برای مریم چی کار میکنه. تقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا. خداوند مریم رو تشبیه میکنه به یک گل، به یک نبات. چطور یک گل رو باغبان میپروراند؟ انبتها، پرورانید، رویانید مریم را مثل یک گل. و چه گل زیبایی. انبتها نباتن حسنا. تمام شد؟ نه، یه باغبانم براش گذاشت. و کفلها زکریا، و زکریا شد باغبان خصوصی این گل. خب اگر که تا همینجا بسنده میکنیم، اگر که خدا بپذیرد باغبانی مثل زکریا رو برای این گل قرار بدهد و خود خدا دستن در کار شود که انبتها نباتن حسنا، شما فکر میکنید اون موقع چه شخصیتی ساخته میشه؟ شخصیتی ساخته میشه که بعد از 2000 سال هر جا که از مریم صحبت بکنید، هر کس که بشنود دلنشینه براش، میپسند. امام حسین علیه السلام
هر چه داشت داد. اگر خداوند فرمود مادر مریم آمد و فرزندش رو تقدیم خدا کرد و فرمود تقبل منی، از خداوند درخواست کرد خدایا این رو از من بپذیر، مگه زینب کبری چیکار کرد تو گودی قتل؟ تقبل منا هذا القلیل هذا القربان، مگه آمد تو گودی قتلگاه دید برادر افتاده، دست به زانو گرفت بلند شد سر به آسمان کرد ربنا تقبل منا هذا القربان، خدای این قربانی رو از ما بپذیر. خدا میپذیرد یا نمیپذیرد؟ به قبول حسن، فتقبلها ربها به قبول حسن. و از حسین خدا شخصیتی ساخت که امروز هر کس ببیند مجبور است که یک دل نه بلکه هزار دل عاشق حسین شد. سیجعل لهم الرحمن ودا ودا. این برهان اول. خوب بود برهان؟ وقتی که برهان میشه حسین علیه السلام، برهان است که همه عالم سر تعظیم جلوش. برهان دوم، سه چهار دقیقه وقت. ببینید جناب آقای سیرفی، این تسبیح من از جنس پلاستیکه. دانه این تسبیح رو اگر یه کسی بخورد قورت بده، بدنش این دانه رو جذب نمی کنه. چرا؟ چون ما از جنس خاکیم، سنخیت با اون ندارد. با ما سنخیت ندارد، مدتی هم ممکن است در بدن ما بماند، دفع میشه، بدن دفع میشود. ولی اگر یک گیاه رو انسان بخورد، گوشت بخورد، چون سنخیت با انسان دارد در بدن انسان جذب میشود. این غذای مادی بود. در مسائل معنوی هم همینطوره. شما موقعی که با انسانها برخورد میکنید، بعضی از انسانها آلوده اند. آلوده یعنی چه؟ اصلا چیز آلوده یعنی چه؟ این آبی که اینجا گذاشته آب طاهره. طاهره یعنی چه؟ یعنی هیچ چیزی غیر از آب نیست، اضافه نشه، فقط آب است. بعضی از انسان‌ها فقط انسانن، هیچ چیز دیگه نیستن. بعضی از انسان‌ها انسان نیستن، حیوانن. اولائک کالانعام بل هم ازل. شما صد رحمت به بعضی از انسان‌ها رو که شما می‌بینید، شاید ظاهری آراسته هم دارن، ولی یکی دو جلسه که پای اینا نشستید، هرچی اطلاعاتتون از اینا بیشتر می‌شود، از اینها بیشتر می‌گریزید، فرار می‌کنید. چرا؟ چون می‌بینید اینا با شما فرق دارن، از جنس شما نیستن، شما دفعشون می‌کنید. مثل اینکه یه دانه این تسبیح رو بخورید. انسان آلوده هر چه آلوده تر باشد میزان غیر انسانیتش بیشتر است، لذا انسان‌ها نمیتونن جذبش کنن. و اما اگر ملاقات کردن با یک انسان پالوده، نه آلوده، یه انسان پاک، انسانی که خداوند فرمود خدا اراده کرده است که اینها رو لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، خدا تطهیرشون کرده، یعنی هر ناخالصی رو از وجود اینا گرفته. اینا انسان نابند، فقط انسانند. اگر شما کسی را که فقط انسان است به سایر انسانها بخورانید، براشون توضیح بدید، اونا همچون انسانند، انسان رو جذب میکنن. البته یه نکته عرض کنم، در این جذب خود گیرنده هم مهمه. هرچه گیرنده هم انسان تر باشد، قشنگ تر و حسن تر، جذبش قوی تره. لذا اگر ما امروز به فاطمه زهرا علاقمندیم و امیرالمؤمنین علاقمندیم، این علاقه رو امام حسین هم به مادرش داشت. اما این کجا و آن کجا؟ چون امام حسین هم انسان ترین بود، در این علاقه
از همه جلوتر بود. یک دنیا سپاسگزارم استاد عظیمی عزیزمون، وقتمون تمام شده. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. خدا کنه که بفهمیم و بتونیم خوب دریافت کنیم. البته لازمش اینه که لا یمسه الا المطهر. دعا میکنید. امیدواریم که خداوند این برنامه هایی که بالاخره اجرا شد، پخش شد، اول خودش بپسنده و مورد رضایت خودش قرار بگیره، ثانیاً مردم ما را عفو بکنن و ببخشن و بپسندن. امیدواریم که خداوند ما را از دین و از امام حسین و از حضرت زهرا و از امیرالمومنین جدا نکنه. الهی خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون.